नजर में इनके दीरूल हफ्तों में सिवान होते दिखिया वज़म तरीन दा अलीगा तरीन मकदस तरीन दरिश्मांदे गुम इस्राएल के दार दबिस्तो पंचावनों साल पिश होत कर दे दार जाइन सिवान दबिस्तो पंचावनों साल पिश यानी साले तब गुफ कब به نام ربی اسرائیل بعل شم تو علا بشلوم ز خود تا گران رو نوان کن اسرائیل ما چند نکته در برای شون صحبت کنیم. این شخصیت بسیار مقدس و معظم هیچ کتابی تعریف نکرد ولی گفتارهای ایشون در کتابهای شاگردانش خیلی هست، خیلی هست، خیلی دک شده. و ایشون مؤسس جنبش حسیدوت بودن و تمام حسیدیم که امروز هستن این از مریدهایشون هست، یعنی شاگردان چندین دوره هست. و این که میگن حسیده، حسیدوت گور، حسیدوت بلد، حسیدوت ویژنیس، اینا منظور چیه؟ اینا که شاگردانش رفتن در شهرهای مختلف لایستان یا کشورهای دیگه، اونجا این روش ایشون را ترویج دادن، گفتار ایشون را تعلیم دادن به مردم. و این اونجا در اینجا این روش ایشون حسیدوت که حسیدوت هست در اونجا ترویج پیدا کرده. بعد بنابراین میگن حسیده گور، حسیده ویژنیز، یعنی اون حسیدیم که در این شهر لایستان یا کشور دیگه زندگی میکردن، این منظور اینه. و یک ما چند موضوع آموزنده و بسیار عالی ایشون را ذکر بکنیم که یکی از شاگردان ایشون به اسم ربی میخائیل میندلوچوف علیه السلام، این برای اول که میاد به پیش همین ربی اسرائیل بعل شم تو علیه السلام، در اون موقع چندی نفر اونجا بودن و ربی اسرائیل بعل شم تو علیه السلام تا ایشون را دید، تا ربی میخائیل را دید، گفت اطرافیان گفت ببینید پدر ایشون اسمش ربی اسحاق میندلوچوف علیه السلام، این پدرش نشمایی که پدرش داره یا داشته اینقدر کوچک بوده، اینقدر کم ارزش بوده که در دوره ما چنین نشمایی به این کوچکی و به این کم ارزش به این پایین پستی پیدا نمیشه، تقریبا پیدا نمیشه تا این اندازه این کوچک بوده، این کم ارزش بوده. ولی باوجود این اینقدر روی خود کار کرده اینقدر سعی کرده، کوشش کرده که خودش برده به درجه تا درجه ربی شمعون بن یوحای علیه السلام. ببینید تا چه اندازه انسان میتونه خودش رو ببره بالا. انسان نباید بگه من کی هستم، من چی هستم، من کجا، اینا که نه، اینطور نیست. انسان اگر روی خودش کار بکنه، سعی بکنه، دقت کوشش بکنه، زحمت بکشه، میتونه هر روز بره بالا. و نباید از این که شکست میخوره و میفته سقوط میکنه از این مایوس بشه، نه اینطور نیست. بعد اینه که راه رفت ترقی کردن در عوض داشته مراخ این یه مرتبه و ناگهانی و یک مرحله و یک باله نیست، بلکه مثل نبستان داره این ترقی در هر زمینه تورا یا چمایم کدوشا تارا این مثل چی بونه؟ مثل حرکتش این نبستانیه، یعنی میره بالا میره پایین، میره بالا میره پایین میره. ولی اگه انسان مایوس نباشه این در حال ترقیه، همه در حال ترقیه. ما اینو صد فرض کنیم که یک تابلوی هست که در این تابلو صد خانه شطرنجیه، صد خانه. انسان اگر در فرض کنه که در اون پایین ترین خانه شطرنجی باشه، مثلا فرض کنیم دست چپ خانه
سه‌صدمی در دست چپ، چپ چپ پایین پایین ترین، این از خانه اول میره بالا به خانه، میشه خانه چهارم دست راست. فرض کنیم چهار خونه از میره دست راست و چهار خونه میره بالا. بعد از مدتی میاد پایین، میره خونه سوم. این چی شد؟ اومد پایین، ولی آیا این تنزل کرده رسید به اون درجه قبلی؟ نه، قبلی آخرین خانه بوده، در دست چپ بوده. حالا کجا رفته؟ باب دیگه سقوط کرده، این اومده خانه سوم. خانه سوم بالا از دست را. دوباره اگر مایوس نباشه و کار بکنه با خودش زحمت بکشه، از سوم میپره به هفتم، مثلا خانه هفتم بالا، هفتم بالا دست را. بعد دوباره میاد پایین، میره به خانه ششم. دوباره بعد میره میپره خانه نهم، دهم. میاد پایین خانه هشتم. بعد برای میره میپره به خانه پونزدهم. اینطوریه این، یعنی راه و رسم ترقی در تورا یا رچمایم تشوبا و اصلاح کردن انباخت اخلاقای نادرست، این یه مرتبه نمیشه. این میره پایین میره بالا، میره پایین میره بالا، این مرتب در بطور نوستانی ترقی میکنه تا میره به آخرین درجه. اینطوره، هیچ وقت غیر ممکنه که تا یه مرتبه بره بالا، نه غیر ممکنه، محاله. این همیشه در حال ترقی و سقوطه، ترقی سقوط، ترقی سقوط. ولی هر وقت که سقوط میکنه، این در این وضعیتی که در وقتی که قرار داره، خیلی بالاتر از اون وضعیتی که یک سال پیشه، خیلی بالاتر، خیلی بیشتره. بنابراین این نباید مایوس باشه، بلکه مرتب خود کار کنه. حالا انسان چیکار بکنه که برایش مشکل نباشه؟ یعنی این بعد زحمت بکشه، بعد رنج بکشه، بعد عذاب بکشه، بعد سختی بکشه. فرض کنه که بهش میگن ببین در فاصله 50 کیلومتری یک صندوق هست روی زیر خاک و این صندوق پر از جواهرات به اندازه 1 میلیارد دلار. برو اونجا کلنگ برو، دیل برو، اونجا رو حق بکنو، این خود در بیارو برای خودت باشه. حالا اونجا چیه؟ 50 کیلومتری چقدر بعد رو بره تا بره تو اونجا؟ اونم چی؟ اونجا میره که واه اونجا آفتاب داغ داغ، چیکار بکنه؟ نمیره، میگه نه این آفتاب گرمه، گرمه من. با خودش آب میبره، دارم با خودش یخ میبره. بالاخره میاد و حف میکنه، حف میکنه، حف میکنه و با چه زحمت اینو میکشه و میبره خونش. این هر انسان عاقلی نمیگه برای اینکه این برای چی برم اونجا زحمت بکشم، برای چی من خودم خسته بکنم، برای چی من توی آفتاب بشینم، برای چی من زنگ بکشم، عذاب بکشم و ولش کن. اینطوری میگه؟ 1 میلیارد دلار 10 دلار نیست، 100 دلار نیست، 100 دلار نمیخواد بره، 1000 دلارم ارزش نداره، ولی 1 میلیارد دلار این همه ثروت، البته که میره، همه زحمت میکشه. بعد بدونیم که گن ایدن و عالم باب و ابدیت انقدر با ارزشه که 1 میلیارد دلار در مقابل عالم باب و گن ایدن هیچ ارزش نداره. برای انسان باید بدونه که اولا قدر و ارزشه علامه باو گن ایدن و توره رو بدونه، در صورت دیگه برای هیچ سختی نمیتونه مانش بشه و هر کار سختی دست میزنه و هیچ مانعی مایستش نمی کنه و مرتب در حال حرکت، در حال ترقیه. حضرت بارو.